سلام امیدوارم که خوب باشید من آرام همینجا کوکتل تی و امروز اومدیم با یه هواشی جدید و میخوایم بررسی کنیم هواشی 27 ساعت گذشته رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی که باعث پیشرفت ما بشه زنگوله نوتیفیکیشن هم یادتون نره بزنید که تا ویدیو گذاشیم براتون بیاد با خبر بشید مخصوصا اگه طرفدار اولین کامنت هستین خیلی بهتون کمک میکنه و اگه میخواین استوری کنین به عنوان اولین بازدید کننده صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که هم هواشی رو داشته باشیم قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم مطمئنم الان خیلی اون زیر چرا سیبیلار زدی چرا ریشار زدی چرا انقدر سن دونده پایین چرا این کارو می‌کنی چرا دوست داری بریخ بشی این داستانا تنوع خوبه همیشه تنوع داشته باشید زیاد سعی نکنید که یه جور بمونید بعضی وقتا یه تنوع کوچیک نیازه و همچنین آدما قیافه و ظاهرشون دست خودشون هر کسی دوست داره هر شکلی باشه حتی شاید یکی دوست داشته باشه شبی گلابی باشه به خودش شب داره خلاصه بریم سراغ حواشی ببینیم داستان چی بود همونطور که می‌دونید این چند وقته یه سری داستانا بین حسین و صادق پیش اومده از اونجا هم شروع شد که فدایی تو آهنگ بلیت گفت به خاطر پنگرم صادق و به چخ دادی که برمیگشت به شایعه قدیمی که میگفت چرا دوستی حسین و صادق به هم خورده بود و بعد از اون هم تو دیسپکی که حسین داشت تو آهنگ کیو 69 گفتش که بیا حرف بزن و علکی اسم یدک نکشید و بعد از اون همونطور که تو رپ هواشی قبلی گفتیم صادق اومد یه شعر رو به اشتراک گذاشت که به نظر میومد داشت جوابی رو میداد به حسین و میگفت اقا من طرفدار جنگ نیستم اما حسین اومد همچین عکسی رو استوری کرد همونطور که میبینی تو کله پذیه دوتا کله هست و یه گل اون وسطی که شاید یه جوری کنایه داره به اون گل روزه و نوشته بود عاشق شنیدن دروغم وقتی میدونم حقیقت چیه جمله عاشقانه بود یه کوچولوی نوشتهش من یاد آهنگ عاشقم اه سروشی چی هست مینداخت که اون تو میگفت عاشق اینم که وقت رسیدن به هدف خان بکنن پاهامو قلم یه کوچولی شایی بود اما خب خیلی ها اینا تیکه برداشت کردن به صادق و اینکه شاید داره میگه که صادق میخواد دروغ بگه چیزی که میخواد بگه دروغه و این دوتا کله رو گفتن شاید است و فدایی و صادق هستن مشخص نیست منظورش ما هم یه پست گذاشیم که نظراتتون رو بنویسید به زودی یه ویدیو درست میکنیم نظراتتون رو با هم میخونیم چه فان چه جدی و با هم بررسی میکنیم اما از این استوری که بگذاریم این پایان داستان نبود دیروز صادق یک پست گذاشت تو اینستاگرامش و تو کپشن نوشت برای هواداراش چشید خیلی اون زیر نوشته بودن آقا چرا آنفالو کردی حسین چون وقتی میرفتیم میدیدیم تو فالوینگ های صادق دیگه حسین نبود اما صادق همونطور که میبینید یکی از این کامنت رو ریپلای کرده بود و نوشته بود که من کسی رو آنفالو نکردم و ایشون منو بلاک کرده و مثل اینکه داره نشون میده این داستان خیلی داره عمیق میشه و امیدواریم به هر حال یه جوری این داستان اوکی بشه چون خیلی وقتی که منتظر اون زوج قدیمی حسین و صادق هستیم که البته دیگه فکر نمی کنم درست بشه گرچه که چند وقت پیش یه عکسی ازشون در اومده بود خلاصه این تا اینجا این داستان بود و اما سعید دهقان اومد یه توییت زد و تیکه رو انداخت به حرف حسین توی آترو داستان کیو که اون تو میگفت بره یکم فیلم هالیوودی ببینی اون تو جلوه ویژه داره دعوا یاد بگیری و سعید دهقان هم نمیشه بود مگه از روی جلوه ویژه میشه دعوا یاد گرفت خب سعید دهقان هم میدونیم از قدیم یه سری وقتی یه سری تیکا رو به حسین انداخته بود اینجا هم دوباره با این توییت تیکی ای رو به حسین انداخت و اما از این داستانه که بگذرین دیروز جیدال یک استوری رو گذاشت همونطور که میدونید این چمخته داره ویدیوهای پخش میشه از اینکه معموران نیرو انتظامی دارن سگها رو جمع وری میکنن من واقعا نمیفهمم این چه ترهیه یعنی چی ملت واکسن ندارن برق ندارن آب ندارن سیستان بلوچستان داستانش اونجوری بعد سگ و بد رفت جمع کرد مشکلی دیگه نداره کشور که بعد دست به دست هم بدیم نمیدونم واقعا امیدوارم که این اتفاق جمع کردن سگا دیگه اتفاق نیفته به هر حیوانات خونگی قشنگ عضوی از خانواده میشن خلاصه جیدال اومد و تیکه رو انداخ هم به ام جی و اپیکور هم به حال به این داستان تو استوریش نوشت سگهای نظام سگهای های مردم رو جمع میکنن چه شجاعتی چه دلاوری هایی برادران یک آهنگ باید براشون بخونن تو دیس بعدی تو که رپرای ارزشی میدن حتما حمایت از طرحهای نیروی انتظامی و جا بدن حیف امنیت داریم خب این برمیگرده به اون داستانی که تو آهنگ جاده خاکی اپیکور و ام سی رو داده بودن به من و تو و ایران اینترنشنال رو فهم این منظور رو داشته جیدال و اما در جواب به جدال، جیدال امین که منجر سهراب امجهی باشه دو تا استوری زد و نوشت سگ نظام بودن بهتر از سگ ولگرد بودن تو پاریس و تورنتو و لندنه هفته یه استوری میذاری که سهراب به توجه کنه الان باز میگه منظور من با تتل بود و با سهراب نبودم سهراب اگه میخواست جواب بده تا الان داده بود تأثیر اینکه من ریشامو زدم از استوری های تیکه دارد به سهراب در رپ فارس بیشتره در جواب به استوری های امین جیدال دوتا استوری زد که یکیشو خیلی زود پاک کرد و نوشت من یه ورم هم نیست اون بیابرو ترین رپر ایران جوابمو بده یا نه دوستاش به اندازه کافی نزده جواب دادن و کرم ریختن من این حرفا رو برای مردم میزنم که آگاه باشن همینطور که آهنگام رو برای همین مردم خوندم جوابم از همین مردم میگیرم تو هم که تکلیفت معلومه چی کاره یا از کجا دانلود شدی سگ واقعی تویی بقیه ادا تو در میارن برو عشق کن به امو بگو جیدال بالاخره جوابم و داد شکولات تو بگیر ازش در تکمیل بحث قبلی حرفای من به یک نفر نیست به یک جریان هست ساده بگم مگه فقط امو این کارا رو میکنه دایی و خاندایی و خاله هم اضافه شده ماشالا بچه ها کم نیستن حالا چرا اون یه دونه و منیجرش تو پرانتز خدنگ همش به دل میگیرن دیگه نمیدونم ولی جای فکر داره خب فعلا این پایان بحث جیدال و امین بود اما تنها واکنش به استوری جیدال امین نبود اپیکور هم توی چنل تلگرامش پستی زد و گفت لعنت به اون مناطو و بی بی سی همینطور لعنت به اون پلیس اگه بخواد به خاطر یه سگ جوون مردم رو اذیت کنه لعنت به هر شخص یا اشخاص یا ارگان داخلی یا خارجی که دنبال فتنه انداختن بین ما مردمه حالا چه رپر باشه چه پلیس چه جیره خور این باشه چه اونور چه طرح مزخرف نیرو انتظامی واسه سگ باشه چه طرح سیانمایی واسه نامید کردن جوونا با بودجه سعودیا خب جیدال فعلا واکنشی رو به این پست اپیکور نداده باید ببینیم در آینده آیا اتفاق میفته یا نه اما از این بحث که بگذریم دیروز تتلو یک سری پست توی کانال تلگرامش گذاشت که پاک کرد اونو با هم میبینیم اول من یه نکته بگم من حس میکنم بعضی جا امیر تتلو منظورش به من بود چرا چون بعد از اون ویدیویی که ما گذاشتیم و عکس یاس و تتلو بغل هم بود و داشتیم محبوب ترین رپرارو میگفتیم این اتفاق افتاد حالا اگه دیده و اومده جواب داده دمش کرد و اگر هم که ندیده سوء تفاهم بوده شاید اما کلا حرفای امیر تتلو تو این پستا که دیدیم جای بحث داره خیلی زیاد خب من خیلی وقت هست که یه سری نقد ها رو به تتلو دارم برای مثال من میگفتم امیر تتلو رپر نیست خیلی و گارد میگرفتن سمت من و اینا و فکر منظور بدی دارم من وقتی میگم امیر رپر نیست منظورم اینه که گفتم یعنی منظورم کامل اینجوری که امیر تتلو یک خواننده است مختلف کار میکنه و رپ هم کار کرده و رپ هم پخش میکنه و هر کی که فقط حالا مثلا 20 تا 30 تا رپ میده بیرون که نمیشه بگیم رپر را. امیر تتالو سبک مختلف کار کرده توانایی بالا داره و در اصل میشه گفت که یک خواننده است مخصوصا یک آرمبی خونه به شدت قوی که رپ هم خونده و خب انتقادایی رو من بهش داشتم تو ریاکشن ها و همچنین یکی از دو تا مصاحبه با حرف زدیم که قافیه امیر تتلو به شدت ساده است و اون فرم رپی که میکنه به شدت ساده است خب این نقد من رو قبول کرده بود امیر تطلا همونطور که میبینیم و فقط یه جا نشود پسر ده ساله که باز فهمگار منظورش من بود چون من ندیدم جای بچه ها بیان و این نقد و امیر تطلو بکنن خلاصه سن من 17 سال بیشتره اما صحبتی که من دارم با امیر تطلو اگه اینو میبینه من احترام زیادی برای امیر تطلو و همه ای آرتیست ها قائلم هم. همونطور که باید به همشون احترام بذاریم همشون هم جای نقد دارن همشون اشتباه میکنن و بعضی وقتا نقد وارده به هر کسی حالا خواننده میخواد بیاد از من نقد کنه من نقدی از خواننده داشته باشم یا هر کدوم از مخاطبا یا بچا فقط شرطش اینه که این نقده که میکنید به صورت دشمنی نباشه یا به صورت حالا صوبی. حرفی که من با امیر تتلو دارم امیر تتلو خیلی صحبت ها اینجا کرده بود میگفت منا نباید بذارید کنار پیشرو کنار یاس کنار سایی و این بی‌احترامی به منه و این بی‌احترامی رو نکنید خب این که اصلا غلطه شما وقتی میای توی سنف حالا میخوای بهترین باشی بتره کنی به هر حال بعضی جاها هست که مقایسه میشید با هم کی محبوب کی آهنگش بهتره و و و و امیر تتلو به این یه سری اشاره میکرد به اینکه من کلی تتو دارم همش زیر سوزنم هم و فلانی طرح تتو بلد نیست انتخاب کنه فلانی لباسش خوب نیست و از این حرفها اول بگم معیار یک آرتیست خوب بودن این نیست که آیا تتو داره یا لباس خوب میپوشه یا نه میتونیم اونو جزو شخصیت آرتیستیکش قرار بدیم و بگیم چقدر شخصیتش آرتیستیه یا نه ولی اینکه یکی انتخاب میکنه کامل بدنش رو بکنه یک اثر هنری یه چیز زیبا و حالا خیلی شاید خوششوند خیلی خیلیا بیان اما انتخاب اون فرده و دوست داره اونجوری باشه و این نمیتونه باعث برتری یه نفر باشه یکی دیگه دوست نداره تتو بزنه و مثلا یکی دیگه دوست داره بره ماراتون بودوه دو کیلومتر یکی دیگه دوست داره که آقا تتو نزنه ساده باشه ورزش کنه هیکلی باشه و و و این انتخابا که انتخاب اون شخصه که نشون نمیده اون ما داریم تو موزیک برای مثال حرفی زنیم و توی رپ مخصوصا وقتی داریم صحبت میکنیم مثلا رپتی نداره طرف تتو داره تتو نداره مثلا این مثلا بگیم مثلا لیل اوزیور تتو صورتش زیاده پر خوبیه نه امیر تاتلو انگاش خیلی خوبه کاملا هم واضحه و حالا خیلی امیر تاتلو یک صحبت دیگه ای که کرده بود میگفتش که من 15 سال دارم هیت میدم عوض میشم فلان و این داستان ها و رضا پیشرو مثلا 15 سال همونه و همچنین گفتون مثلا رضا پیشرو رو من نمیفهمن و اینکه قافیه بخوایم بذاریم به صورت مثلا پیچیده و اینا هر کسی میتونه راحته ولی معنی نداره خب اولا که این نقد امیر تتلو غلطه چون معنی داره این آهنگا که نام برده و حرفایی که زده و نکته جالب اینه که دو تا از همین ربکونا که امیر تتلو دیروز بهش اشاره کرده بود و تو مصاحبه‌های قدیمیش به عنوان بهترین رپرای ایران نام برده بود و حتی وقتی ازش پرسیده بودن تو بهتر از اونایی گفته بود نه و حالا یه کوچولو عوض شده این داستان نمیدونم اما یک نقد دیگه که من به امیر تتلو دارم خب اینکه آهنگ ویو بگیره درست نشانه موفقیت آهنگه اما نشانه خوب بودن آهنگ که میتونه صرفا نباشه و وقتی شما میای میگی که من سالهاست سرم دارم ساده میذارم با محتوا کار میکنم من بهت میگم اینجوری نیست چرا چون شما یه زمان جیگیلی جگیلی میخوندی شما یه زمان آهنگایی مثل دختر رشتی میخوندی و اونا هیت میشد و اون موقع اصلا شما عضوی از رب میشه گفت نبودی و یه مارکت دیگه کار میکردی حالا درست با توهی و تومه و اینا ولی خب اون داستان ها رو شما رفتین جلو خیلی جاها در کنار رئیسی نشستید رفتید روی مثلا میشه گفت ناوگان و اونجا خب اینا خیلی کمک میکرد که هم شما بیشتر دیده بشی هم آهنگات و خیلی داستان دیگه خلاصه ویو بالا نشون دهنده این نیست که اون آهنگ 100 درصد خوبه گرچه که کارا امیر تتالو خوبن 90 درصد کاراش خوبن حالا کارایی هم هست که حالا بهش نقد وارد و این داستان ها اما امیر تتلو خیلی جاها مخصوصا این چند وقت استوریا و دنبال میکنیم خیلی فرهنگ سازه برای مثال گیاهخواری و خیلی این حرفا هم میزنه همون برید فلان کنید حتی در رابطه با مسائل جنسی هم بعضی وقت دیدم حرفای خیلی قشنگی میزنه خیلی کمک میکنه اما یه داستانیشو اصلا نیستم و اونم بر هوادار تعصبی و یاد دادن تعصب بیجای به هوادارا شما هوادار هر کسی باشی اون یکی قابل احترامه و وقتی جزو یه سنفیم جزوه یه خواننده جزوه یک به هر حال سنف کاری هستیم مثلا خواننده یا مثلا رپه میشه بغل هم گذاشت و با معیارهای مختلف همو سنجید و هیچ وقت معیار موزیک تتو داشتن و یک شخصیت خفن داشتن و ریاضیدان بودن و اینا نیست میار اون آهنگ است که بذاری ببینی چه جوریه حالا میخواد یه جا مهندسی رای میشه بخوای بررسی کنی یه جا بخوای ببینی که چقدر ملودی زده و چی کار کرده و این داستان ها و این از این خواهشان تعصبی نباشید و این گله رو من از امیر تتلو دارم که این تعصب داره جا میندازه جایگاه امیر تتلو مشخصه و همه چی مشخصه خواننده خوب پر هوادار و همه چی مشخصه اما جای نقد همیشه هست به هر شخصی و خلاصه یه حرف دیگه با امیر تتلو داشتم اگه این ویدیو رو میبینه و اگه افتخار میده من امیر تتلو رو به یه چالش دعوت میکنم چون حرف زدن خیلی راحته ولی عمل کردن شاید یکم سخته بشه گرچه که امیر تتلو به شدت با و تو این کار حرف نداره من از امیر تتلو میخوام شما یک آهنگ در حد همون مهندسی رایم رضا پیشرو مثلا تو عوض شده یا دیوونه یا حتی سیناسایی تو عوض شده یا مثلا مثل فهمیدم آهنگ فهمیدم و اینا شما ریلیز کن و من هر چی نقد داشتم پس میگیرم حالا من نمیخوام بگم من خیلی فلانم و اینا ولی خب اینکه آدم حرفشو بزنه خیلی آسون تره تا اینکه بخواد عمل کنه خلاصه احترام همیشه به تتلیتی و تتلو بوده جایگاهش مشخصه اما خب بعضی جاها بعضی از حد دارم خود خواننده هم باید مشخص کنن مخصوصا امیر تتلوی که خیلی روی احترام حرف میزنه اینکه یهو میاد اینجوری بی احترامی می میکنه به رضا اینها قشنگ نیست و خلاصه ما امیر تتلو همیشه دوست داشتیم فقط امیر تتلو مورد دوست داشتن وقت دو حالا فوش داده یا کارایی کرده خلاصه این بود از رب حواشی این چمخته امیدواریم که اینم به دست امیر تتلو برسه و امیدوارم نقد هایی که ما میکنیم و شما نذارید به پای این که نمیدونم مثلا تعصبی فلان بهمان درست یک زمان حالا امیر تتلو یک سری فوش ها رو به ما داد که یه ذره حالمون رو بد کرد اما جایگاهش مشخصه و همه برابر صدمو میگم میشه که نقدشون کنی حالا شما اگه انقدر علم داری میتونی بیای و با اون علمت نقد کنی حالا میتونی هم بگی آقا مثلا با آهنگ طرف کردم یه استوری هم از امیر تتلو دیدم خیلی باحال بود میگه فوق آهنگ کسی رو دوست دارید گوش نکنید چه فاضیه و اینم ببین این جزء اون چیزایی که میگن فرنگ امیر تتلو از اون بر مثلا این تعصبیه نمیدونم کاش امیر تتلو این یه کوچولو ضعفایی هم که داره حالا از دید من شاید از دید کسی نباشه و بذاره کنار چون واقعا شخصیت خوبی داره باحالی داره و این رفتارا شاید اون شخصیتش رو پنهان میکنه این شخصیتی هم که میگم من از بقیه شنیدم خودم باش زیاد در ارتباط نبودم خلاصه امیر جان و تمام آرتیست ها قابل احترامن اما انسانن و جای زل خطا همچنین ما و هر کس دیگه ای دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی